سلام من مصطفى صدیقی هستم به این مجموعه خبری خوش آمدید شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد کرده که کشورش آماده است تا میزبان گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باشد در نشست بین المللی صلح در ازبکستان نمایندگان از 20 کشور به شمول افغانستان، پاکستان، روسیه و ایالات متحده اشتراک کردند در این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت تروریستان بین المللی نمی گذارند که طالبان صلح کنند اما او افزود کشورهای منطقه باید برای ترغیب طالبان از گفتگوهای برهبری و مالکیت افغانها حمایت کنند اگر برای ایجاد یک اجماع منطقی به هدف مبارزه با تروریسم رسیدن به صلح و همکاری منطقی مشترکان کار کنیم خواهیم توانست که شهروندان و سیستم های سیاسی خود را در برابر تهدیدهای موجود حفظ کنیم در این نشست شوکت میرزیایو رئیس جمهور ازبکستان گفت کشورش آماده است تا میزبان گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باشد سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در همین نشست بر گفتگوهای مفید صلح میان کابل و طالبان تاکید کرده نشست تاشکند در ادامه نشست پروسایی کابل برگزار شده است رئیس جمهور افغانستان در 28 ماه فبروری پیشنهاد به قید و شرط صلح را به طالبان پیشکش کرد اما طالبان هنوز در این مورد رسما پاسخ ندادند. در ادامه تنش دیپلماتیک میان لندن و مسکو چندین کشور به شمول ایالات متحده روز دوشنبه از اخراج دیپلمات های روس خبر دادند تا کنون از اخراج بیش از 130 دیپلمات روس گزارش شده است مسکو از این اقدام کشورها ابراز تاسف کرده امریکا دستور اخراج 60 دیپلمات روس به شمول 12 تن را از نمایندگی روسیه در ماموریت سازمان ملل متحد در نیویورک صادر کرده و گفته که کنسولگری روسیه در شهر سیاتل بسته شود. سپیکر راین رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده در گفتگوی اختصاصی با مرکز خبر رادیو آزادی دیروز در پاسخ به این که در مورد اقدام اخیر کشورش چی فکر میکند این گونه توضیح داد فکر میکنم اقدام درستی بود این اقدام در همبستگی با متحدان ما در بریتانیا انجام می شود و فکر میکنم فوق است که دیگر کشورهای اروپایی از جمله جمهوری چک در اینجا نیز اقدام مشابه میکنند 15 کشور اتحادیه اروپا گفتند که دیپلماتان روس را بیرون می کنند. خود بریتانیا در چهارده مارچ 23 دیپلمات روس را اخراج کرد. در واکنش مسکو به اقدام مشابه دست زده و یک کنسولگری بریتانیا را نیز بسته است. این همه در پای مسمومیت سرگی سکریپل جاسوس پیشین روس توسط یک ماده کیمیایی در شهر سالسبری بریتانیا رخ می دهد. بریتانیا روسیه را مقصر دانسته اما مسکو اتهام ها را رد کرده. شورشیان حوسی در یمن گفتند که راکت های بیشتر را بر عربستان سعودی پرتاب خواهند کرد. حوسی های تحت حمایت ایران در شمال یمن مستقرند. در واکنش ریاض به تهران هشدار داده که پاسخ به موقع خواهد داد. حوسی ها هشدار دادند که اگر عربستان سعودی از بمباران هوایی در یمن دست نکشد راکت های بیشتری را بر این کشور پرتاب خواهند کرد. ترکی المالکی سخنگوی نیروهای اطلاف زیر رهبری عربستان سعودی گفته که این راکت ها در پهلوی ریاض بر مناطق در نجران، جیزان و خمیس مشید هم اصابت کردند. مقام های سعودی این ویدیو را بر روز دوشنبه پخش کردند و گفتند سه راکت ساخت ایران را بر فراز ریاض نابود کردند. ریاض به تهران هشدار داده که در چارچوب قوانین بین المللی به موقع پاسخ خواهد داد. سپاه پاسداران انقلاب ایران امروز گفت که به حوسی ها راکت ندادند. خبرهای از سفر احتمالی کیم جونگون رهبر کوریای شمالی به چین پخش شده اگر تایید شوند نخستی این نخستین سفر خارجی رهبر کوریای شمالی در نزدیک به هفت سال گذشته خواهد بود کوریای شمالی با ایالات متحده روابط پرتنش ولی با چین روابط نزدیک دارد. با این قطار آهن گفته می شود کیم جونگ ایل رهبر فقید کوریای شمالی و پدر کیم جونگ اون رهبر فعلی این کشور زمان به چین سفر کرده بود. اکنون منابع دیپلماتیک گفتند که یک هیئت ارشد کوریای شمالی با همین قطار آهن به پیکنگ سفر کردند اما هنوز روشن نیست که کی ها در میان این حیات هستند. اگر تایید شود که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم به چین سفر کرده، این نخستین سفر خارجی او در نزدیک به هفت سال گذشته خواهد بود. انتظار می رود که کیم جونگ اون در آینده نزدیک با رؤسای جمهور ایالات متحده و کره جنوبی دیدار کند. پیش از این گزارش های نشر شده که پیش از این دید و ها رهبر کره شمالی با مقام های چینی مشوره می کند. و برف نارنجی سکی بازان را در بخش از اروپای شرقی و شمول روسیه شگفت زده کرد برخی آب شوخی گفتند که در مدریخند نه در زمین اصل ماجرا در این گزارش اینجا جای برف عادی برف نارنجی باریده اسکی بازان در روسیه، بلغاریا، اوکراین، رومانیا و مالدووا از دیدن برف نارنجی در آخر هفته متعجب شدند. اما چرا برف نارنجی؟ هواشناسان میگویند برف مناطق سایبریا با طوفان ریگ و خاک صحرای افریقا یک جای شده و رنگ برف را تغییر داده. شماری از اسکیبازان با نشر تصاویری در شبکه های اجتماعی به شوخی گفتند که در مریخند نه در کره زمین. از شما سپاس گذارم. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا دیدار دیگر خدا نگهدار